گلهای جاویدان به چه کار آیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خش باشد سرکش داشت و برای تخلص کلمه وحشی را برگزیده بود در آوان جوانی موتن خود باخت را ترک گفته مقیم یزد گردید گاه به مداحه شاه طهماسب صفوی و گاه به تنظیم شیرین و فرهاد می پرداخت اما نتوانست آن را پایان دهد و قرنها پس از او به اهتمام وصال شیرازی اهتمام رسید از آثار دیگر وحشی خلد برین و ناظر و منظور و غزلهای بسیار باقی مانده که مخبی از آنها در مجمع فصحای هدایت و آتشکده لطفالبیک آذر مندرج است نظمی که به سمع شما میرسد توصیف آزردگی های دل وحشی است آزردگی هایی که به گفته او سالها مانند رازی نهفته مانده بود هنگامی که شعله های سوزان از دلش زبانه می کشید و زبانش را به گفتن گلایه ها و دردهای درونی کشانی چنین گفت دوستان شرح پریشانی من گوش کنید داستان غم پنهانی من گوش کنید قصه بی سر و سامانی من گوش کنید گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید شرح این قصه جان سوز نهفتن تا کی سوختم سوختم این راز نگفتن تا کی سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی
Thank you.
اولان کس که خریدار شدش من بودم، اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. عشق من شد سبب خوبی و رعنای او، داد رسوای من شهرت زیبای او. بسی کردم همه جا شرح دلارای او، شهر پرگشت ز غوغای تماشای او. این زمان عاشق سرگشت فراوان دارد، هی سر و برگ من بی سر و سامان دارد.
زمان عاشق سرگشت فراوان دارد فراموش کنم.
شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از خوی جفاجوی تو رفت. حاش لله که وفای تو فراموش کنم، سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم. صدای دلنواز روح بخش و سنتور رضا ورزنده نزد صاحب دلان و اهل ذوق نیازی به معرفی ندارد. صاحب دلان، این هم گلی بود از گلزار بی همتای ادبی ایران، گلی جاویدان، گلی که هرگز نمیرد. شاد باشید، ابرودتان بخیر.